چی شده این لامصب؟ وضعیت دیفراگمنت و این حرفات به راهه؟ آره بابا، همین پیروز کردم. اسکن چی؟ اسکن میکنی؟ اسکن دیسک؟ آره اسکن دیسک هم کردم. چی شد؟ هیچی، بذار یه راه دیگر امتحان کنم ببینم چی میشه. کجا؟ ببین تو ادامه بده، من میرم دو تا چای بردارم بیارم بزنی روشنشی. نه بابا زحمت نکش. اصلا تاروخ مروخ بهت نمیاد، کارتو بکن تو خودم. دست در نکنه، عجب چاییه بابا. بزن لبسوزه لبدوزه. به جای رسیدی؟ فعلا بزن این برنامه نصف شو ببینیم به کجا میرسیم. ها خوبی تو؟ قربانت. چیزی شده؟ سایت مجاهدین رو دانلود میکنی؟ تو های کجا دیدی اینا درست؟ بگی بشین بابا، بگی بشین، اتفاقی بود. با خودمون هم این کاره ایم، بگی بشین. ببین کجا بود؟ رو دسکتاپ بود؟ ولش کن بابا، خبراشون رو دنبال میکنی؟ ای بگی نگی، تو جریان این داستان شهر اشرف و اینا هم هستی دیگه نه؟ آره تا حدودی. منم تو فازشونم، ناراحتشونم، دگرانشونم. این عراق بدمصب گیر افتادن. کیا؟ همین مجاهدینه میگم دیگه، اونایی که تو شهر اشرفن گیر افتادن؟ آره دیگه، چون دو سالی که محاصرن، سوت و دارو هم که بهشون نمیدن و جایی هم که نمیتونن برن، سلاحشون هم که گرفتن، هر سال هم بهشون حمله میکنن. وضعیتیه. جدی تو اینجوری به این قضیه نگاه میکنی؟ خب همینه دیگه، من غیر اینه. ببین کامل پرت میگی یا یعنی خارج باغ میگی، متوجهی؟ پرتاب. محاصره نیستن، بهشون حمله نشده. نکنم تو خبرهای دیگه ای داری. این که ما از سایتا و این ور اومد میشنویم ایناست. حالا جنابالی ما رو بیار تو باغ ببینم چجوری میاری. ببین داستانش مفصله، یعنی صحبت یه تاریخچه است. اما جهت این که بدونی ها، اسمش کانون استراتژیک نبرده، اسمش قلب تپنده انقلابه، اسمش جبهه مقدم جنگ سرنگونیه. اسم چی؟ اسم اشرف. سرنگونی از عراق، اونم از یه شهر محصور، اونم بی سلاح. تو حالت خوبه؟ بله دقیقا همینیه که میگی. این حرف خود رژیمه برادر من، مگه نمیبینی چجوری دست انداخته اشرف رو نابود کنه؟ خب اگه یه شهر محصوره، اگه گیر کردن، اگه راه ندارن، خب پس این همه جلز و بلز واسه چیه؟ 3000 نفر تو بیابون افتادن دیگه. در حالی که حرف رژیم که این نیست که، میگه تهدیدن، میگه فرماندهی قیام با اوناست. مگه ول میکنه؟ خب این که شیوه همه رژیم های توتالیتره، حکومت دیکتاتوریه دیگه، هر صدای مخالفی رو هر جا باشه میخواد خاموش کنه. اختیار داری؟ هر صدای مخالفی کدومه؟ بابا من تو اوین خودم با گوش خودم از زبون بازجوم شنیدم، گفت ببین هر کاری دلت خواست بکن، فقط دور مجاهدین رو خط بکش، دور اشرف رو خط بکش. تو چه ساده ای؟ بابا اشرف سوژه اول و آخر همه معامله ها و مذاکره ها و چونه زدن های آخونده هاست. صورت مسئله سرنگونیه. آخه چجوری؟ تو جواب سوال من رو نمیدی، باز این میگی سرنگونی سرنگونی، رژیم میترسه، نمیدونم مسئله شه. ربط داستانو بگو. سب داشته باش بابا. الان بهت میگم. ببین داداش من، با یه حکومت دیکتاتوری مذهبی مواجهیم، با یه رژیم قرون وسطایی که مال این دور زمونه نیست، مال عهد دقیانوسه. این رژیم یه سر مادون سرمایه‌داری داره، یه تن بورژوایی. اصلا تفکر ولایت فقیه مال دوران فئودالیسم و اون طرف هاست دیگه، اینو قبول داری؟ آره ها. خب این سر با این تن نمیخوره، جور در نمیاد. واسه همین هم هست که نمیتونه پاسخگوی مسائل جامعه باشه، ثبات نداره. در نتیجه چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ آها، در نتیجه برای اینکه بتونه تعادل خودشو حفظ کنه، واسه اینکه بتونه سر کار باقی بمونه، دو تا چوب زیر بغل میخواد. اسم یکیش سرکوبه، اسم یکیش صدور تروریسم، یعنی همون صدور انقلابی که خمینی میگو، یعنی جنگ طلبی، یعنی عراق خوری. میگیری؟ سرکوبش هم که دیگه جای ابهام نداره، داره؟ نه. خب احسن، خودت دست تو کاره.
کار 1 تا 100 سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و یگان ویژه و بسیج و کوفت و زهرمار سرکوب ملته. یعنی از درون نمیشه این رژیم رو کله کرد. چرا نمیشه؟ چون رژیم سرکوب میکنه، سرکوبش هم سازمان یافته است، چون سپاه پاسداران داره، اصلا واسه همین کار ساختتش. بگو خب. خب آب باری کلا، اون چوب زیر بغل دومش چیه؟ صدور تروریسم، یعنی سیاست بست، یعنی همون کاری که میخواست تو 8 سال جنگ بکنه، یعنی فتح قدس از طریق کربلا، یعنی امپراتوری اسلامی. حالا چرا عراق؟ چون بیشتر جمعیت شیعه است، چون مرقد امامه اونجاست، بیخی گوش رژیم هم هست. واسه همین هم هست که مجاهدین رفتن نشستن رو گلوگاه صدور تروریسمش. تو عراق یقه رژیم رو گرفتن، میخوان اونجا کمر آخونده رو بشکنن. این قانونمندی این رژیمه. خودش میگه عمق استراتژیک من تو عراقه. میگه هر بمبی که تو عراق منفجر میشه عمر ما رو طولانی میکنه. حالا جناب علی بگو اگه یه چوب زیر بغل این پیکر فرتوت رو بزنی چی میشه؟ کله میشه. زنده باد. ببین برادر من، این دیکتاتوری با دیکتاتوری سوریه و لیبی و ارزم به حضورت مصر فرق میکنه. این دیکتاتوری پیچیده تره، اومده خطشو تو عراق کشیده، به خاطر همین باید همونجا خفتشو چسبی. اینم بزرگترین کشف مجاهدینه. مدار مبارزه با این رژیم خیلی بالاتر از مدار مبارزه با مبارک و قذافیه. این رژیمو باید با اشرف و اشرف نشان انداخت. این که میگم کانون استراتژیک یعنی این. گرفتی؟ چیزایی گرفتم، اما یکم همچی عجیب غریبه. احسن، این خود رژیمه که اشرف رو به کانون استراتژیک نبرد تبدیل کرده. علتش هم روشنه، چون پاشنه آشیلش رو میدونه، میدونه از کجا میخوره. ببین سطح مبارزه بالا کشیده، اونایی که تو اشرفن همین الان با استادگیشون مشغول چه جنگی هن؟ دشمن کیه؟ جنگ سرنگونی این رژیم هن دیگه. از خود رژیم بشنو که جنگ سرنگونی همین رژیمه. خودش به 1000 زبون میگه دارن کمرش تو عراق میشکنن. جنگ سرنگونی استبداد مذهبیه. دعوا سر اینه. آقا از اولش هم مجاهدین تصادفی نرفته بودن عراق که. رژیم هم تصادفی نیست که همه هم غمشو گذاشته نابودی همینایی که به قول تو سوخت و دارو هم به روشون بستن و هر سال هم بهشون حمله میکنن. اصلا هر سال که سهله، هر روز یه توطئه براشون میکنن. ناگل رفتی جیکوپی که داستانو در آوردی. با این حساب تو میگی همین داستان محاصره و حمله و توطئه و بالا پایینیاش خودش همین جنگ سرنگونی ها؟ ماشاءالله دیسک سخت تازه داره را میفته. پیش خودم میگفتم تا بخوان محاصره رو بشکنن و یه دم و دستگاه ارتشی را بندازن و شروع کنن خورد خورد جلو بیان و موانع و کنار بزنن تا برسن به جنگ بارژین. کی میره این همه راهو؟ ساده نباش امیر، ساده نباش. مبارزه خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. آقای برنامه نویس، جناب دکتر نورتون، اونایی که 33 ساله با این رژیم 5 در 5 راه کندن کلک این حکومت رو بهتر بلدن. خط تو بچست مهندس، خط تو بچست. یا علی خیلی پاد قرزه بابا. خب بریم ببینیم این برنامه چی شد. نت شد؟ نمیدونم، امیدوارم. بزن یا ببندمش.